درود ویژه داشته باشم به تو آرمین عزیز. اومدم چند چند ببینم چند چندی با هم دیگه، برنامه بسیار خوب، به خودت گفته بودم حالا مهمونه برنامه‌ام رو آنتن اینجا هم بهت میگم، خیلی برنامه خوبیه، هم به همکارات هم به خودت شاد باش میگم و یه درود ویژه هم به بیننده‌های گرامیتون. خیلی ممنون که من تو برنامه‌تون دارم. ممنون از تو. ببین، من این کار شرط بندی و کار وبسایت تو سال 2014 اون موقع دیگه هنوز نیومده بود بیرون و اولش بود تازه داشت راه میافتاد، توی برزیل به من پیشنهاد شد. بعد از بازی اولی که ما انجام دادیم جلوی نیجریه، بازی دوم با آرژانتین بودیم توی بلو هوریزنتی شهر اول. خب خیلی دیدن برنامه ما رو، خیلی طرفدار پیدا کرد و خیلی شلوغ شد. از بازی دوم از همون برزیل 2014 به من پیشنهاد دادن که بیایم چه کاری بکنیم، که من کلا حرفم چیز دیگه بود و کارم چیز دیگه بود و اصلا سرسری رد شدم ازش کلا. تا اومدیم جلوتر رسیدیم به سال 2018 روسیه، اونجا که ما رفته بودیم برای گزارش بازی ها و کاور کردن جام جهانی، رسما پیشنهاد دادن، پیشنهاد خوبی هم به من دادن. به من میگفتن هر بازی ایران بیرون ورزشگاه، مثلا یه ساعت قبل بازی بیرون ورزشگاه یه استوری بده 25,000 دلار، یعنی برای 3 تا بازی 75,000 دلار به من پیشنهاد داده بودن که بدن و خب نکردیم، نگرفتیم، چون اصلا بازم گفتم کارم و حرفم و پیشم چیز دیگه ای و با توجه به سری باورهای شخصی که دارم. حالا من داشتم صحبت رو گوش میکردم، آرمین یه حرفی داد، آرمین هاشمی از دوستای خوبم هم ازش، درود فراوان بهش میرسونم، گفتش به ما گفتن این فرق داره و این سایت اینجوری نیست و اونجوری نیست و راست میگه، از این حرفا میزنن. من اون تبلیغی که داریم گیراجش داری صحبت میکنی، یکی از دوستای خوبم، دوستای خوب و قدیمی همچین کاری کرده بود، اون از من خواهش کرد، گفتش که یه تبلیغ برای من بکن و من یه تبلیغ براش کردم. آره و هیچ چشم داشتی هم نداشتم، هیچ سودی هم اصلا نداشتم. اگر 2 دقیقه به پایان برنامه مونده، تو این 2 دقیقه خودت برامون بگو که چرا نپذیرفتی ادامه بدی و میدونم خودت بهم گفتی که دعوت زیاد بوده، چرا این کارو نکردی؟ ببین خیلی عرف باب این ور انجام میدن چون براشون جا افتاده، تو فرهنگشون هم هست. بعد یه مقامی هستش، یک مسئولی هستش که اگر به جای 20 پوند شرطی که من بستم 21 پوند از حسابم برداشتن، برم شکایتی بکنم به جایی. ولی اینجا همه چی رو حواس، اصلا هیچیش معلوم نیست. بعد اصلا بعد خیلی جالبه، بسیاری از این صفحه های رسمی باشگاه ها و برنامه های ورزشی داخل ایران خودشون دارن شرط بندی ها رو تبلیغ میکنن توی صفحه های تلگرامشون این برون بر. این خودش جای پرسش داره. اما خب به هر حال من اون کار رو کردم، برای دوستم یه فیوری کردم که دیگه هم تکرار نکردم و این کارم دلیل که فکر میکنم مردم ایران دستشون به جای بند نیست بخوان شکایت کنن. یعنی دلیلت همین است؟ حدود 30 ثانیه 40 ثانیه دیگه اگر توضیح دیگری هست بگی ممنون. ببین اگر این قانونی بود، اگر عرف تو مملکت یکی ارگانی بود، نهادی بود، رسیدگی که قانونی بود، همه چی مردم با خیالات می‌رفتن بازی می‌کردن، اتفاقی می‌افتاد شکایت می‌کردن، ولی الان دستشون به جایی بند نیست. بعد تبلیغ کردن همین چیز پیدایی برای اون مردم بی‌دفاع یه مقدار بی‌معرفتیه به نظر من. منم کردم این کارو، بوزش می‌خواستم. خیلی ممنونم امید خلیلی در چند چند